عزیزان سلام، وقت همتون به خیر باشه. اینجا استودیو کلاس اینو هست. خیلی خوش اومدیم به کلاس ما. 8 هفته مونده، میخوایم ببینیم تو این 8 هفته باقی مونده چطور میتونیم بهترین خودمون ارائه بدیم. اما یه مسئله خیلی مهم اینجا هست که ما میخوایم جهش داشته باشیم. ببین، یه راه مستقیم داشتی میرفتی، حالا نتیجه گرفتی یا نه رو من نمیدونم. آزمون سنجش دادین، بعضیتون آزمون قلمچی دادین، حالا یه سری رتبه به دست آوردین، یه سری تراز به دست آوردین، یه سری موقعیت به دست آوردین. ما میخوایم از این نقطه جهش کنیم. پس با کارگاه پرواز تا خط پایان در خدمتتون هستم. لطفا چت رو باز کنیم ببینیم چه خبر، چطورین. سلام علیکم، احوال شما خوبین؟ همه سلامتین؟ سلام، وقت همتون بخیر باشه. خیلی خوش اومدین به کلاس، خیلی خیلی خوش اومدین. بهتون خوش آمد میگم. خب بهم بگین که از کجایین؟ خوبین همتون؟ سلام، سلام. بچه ها، کارگاه امروز به شدت اهمیت داره. میدونین دیگه تو کارگاه های ما یه سری نکات خیلی مهم گفته میشه. امروز اصلا کلن با هاتون یه کار ویژه دارم. ببین، میخوام امروز و قشن یادتون بمونه، به خاطر بسپارین که بله، 17 اردیبهشت خانم میدری اومد و پرواز کرد به خط پایان. ببین، اونی که از اول خراب کرده، اونی که سنجشش خراب شده، اونی که داغونه، اونی که روحیه نداره، اصلا هر وقتی شما شروع کردی، صبور باش، کارگاه رو ببین تا ببینیم که چطور میتونیم شما جهش داشته باشی. دقت بکن، آسته آسته تا الان اومدی دیگه، حالا میخوایم اصلا کلن روحیت و درسات جهش داشته باشه. مرسی بچه ها. مثل همیشه موقعی که من کارگاه دارم، لطفا شیشتونگ حواستون به من باشه، نکات با هم دیگه مرور کنیم. اما چند تا نکته خیلی مهم میخوام بهتون بگم. چطور ببندین لطفا؟ مرسی. عزیزان دل، دقت بکنید. ببین، چند تا مورد هست که بیا اصلا همین اول با هم دیگه بررسی بکنیم. باشه، تو رفتی آزمون دادی، حالا آزمون شرکت نکردی، یا اصلا آزمون رو تو خونه دادی، بالاخره این آزمون دفترچه رو دیدی دیگه. دیدی آقا من یه درصدهایی به دست میارم، اصلا کلا با توجه به وضعیت، دیدی آقا من یه جایگاهی دارم، یه وضعیتی دارم، حالا باید چیکار کنم؟ ممکنه که با خودت بگی وا، یعنی این نتیجه آخر منه؟ یعنی من واقعا فارسیمو میزنم 20%، عربی این همه قواعد خوندم، یه سوال نتونستم جواب بدم، به درک مطلب نرسیدم، واقعا چه اتفاقی قرار بیفته؟ یعنی من واقعا ریاضی رو میتونم فقط 10%؟ خب اینطوری که من هیچ جا قبول نمیشم. اصلا من با چی کار کنم با این وضعیتی که دارم؟ چی میشه سرنوشت من؟ من دیگه ممکنه که با خودت بگی اوکی، من دیگه بریدم. ببین، من تا الان این همه خوندم و نتیجه نداده، بلند شدم روزام و سر کلاس نشستم، اون نتیجه که میخواستم و نگرفتم، یا حسن تنبلی کردم، اونطوری که باید پیش نرفتم، اونطوری که میتونستم استفاده کنم استفاده کنم، الان عذاب وجدان دارم، الان سر تا پام استرس و عذاب وجدانه، چیکار باید بکنم؟ یا ببین، کلی آفلاین برام مونده، کلاسامو ندیدم، مطالب نصف و نیمه جمع شده، نگرانم اگه نتونم مطالب رو جمع بکنم چی میشه؟ و تمام اینها ممکنه که تو رو اذیت بکنه. کلی فکر، چه کنم چه نکنم، چرا من همچین کاری کردم، و اما و اگر، اگر فلان چیز نشه، اگر فلان اتفاق نیفته، اگر اگر، تو فکرت هی پیچ و تاب میخوره، پیچ و تاب میخوره. بریم ببینیم نگرانتون همینا هست یا نه. چطور باز میکن لطفا؟ بچه ها اگر نگرانی همینه، بنویسیم بله همینه. پس چی شد؟ بله همینه. و یا اگر چیز دیگه هست بگو، ولی همین هست فعلا. و تک تک اینها رو میخوام امروز بررسی بکنم، استراتژی بهتون بگم که چطوری جهش کنیم. پس چی شد؟ اینجا کارگاه پرواز تا خط پایانه و میخوام بهتون یاد بدم چطوری از الان تا خط پایان رو پرواز کنیم. آفرین، بله بله، اوضاع خیلی خیته، اصلا یه وضعی اشکال نداره. بچه ها به دوستاتون بگید بیان سر این کلاس. خانواده ها حتما سر این کلاس نشسته باشن، چون اونا هستن که اصل مطلبن دیگه.
آه بله، همینه. اصلا غیر از این امکان نداره. کاملا درسته. خیلی خوب. ملک همش در حال سقوط. ببینیم. فداتون شم. قربون شما. خیلی خوب. چطور ببندی لطفا. بریم ببینیم که چه خبره. بیا اینجا. بچه ها پس یادتون نره. کارگاه ها معرفی کنید به دوستاتون و خانواده ها نشسته باشن. خب. با هم میخوایم بررسی داشته باشیم. مثل همیشه قبل از این که من کاری رو شروع بکنم باید ببینم چه ابزاری دارم. ببین اینو من فکر کنم 100 هزار بار گفتم. شما میخوای آشپزی کنی همینطوری فقط چشمی دست میندازی اینو برمیداری اونو برمیداری بر یا نه قبلش میگی آقا من میخوام مثلا کوکو سبزی درست کنم. برای پخت کوکو سبزی به چی احتیاجم؟ تخم مرغ میخوام، سبزی میخوام، ادویه میخوام و همینا رو هم بزنم و در نهایت روغن و گاز. عزیزم من، شما وقتی قرار درس بخون نباید ببینید چه ابزاری داری. الان یک مدت ابزار یعنی چی؟ یک مدت زمان باقی مونده دقیقا آماده شد. به بعضی بچه ها تو این فاز وقت تمومه، نه تموم شد، نه دیگه وقت ندارم. این وقت تمومه تو از کجا آوردی؟ این چیه؟ این چه تصوری تو داری؟ پس روزها چی میشن؟ دقیقه ها چی میشن؟ الان تو اگر همه زمان تو بخوابی یا همه زمان تو غور بزنی یا بری پیش مثلا فلان مشاور فلان معلم بپرسی وقت هست یا وقت تمومه، آیا کمکی هم بهت میکنه؟ دردی رو ازت درمون میکنه؟ یا دقیقا از همین قدر درصدی هم که داری افت پیدا میکنی؟ ببین همین جایگاهی که داری رو ما باید یاد بگیریم، توجه کن، تثبیتش بکنیم، حالا تو رو سمت اینکه به سمت موفقیتت روونه بشی حالت بدیم، نه اینکه دوباره تو سقوط بکنی. که یکی بچه ها خوب نوشت که مثلا من همیشه در حال سقوطم. راست میگه. باید ببینیم عمل کردش چطور بوده که مدام در حال سقوط بوده، مدام غوره که من نمیتونم، من نمیرسم، من یه آدم بدبختی هستم که اگه اول سال شروع کرده بودم الان این وضع نبود، اگه فلان کار کردم. بابا الان چی؟ تو اگه یه فکری میکنی باید ببینی الان اون فکر تو چه نتیجه‌ای داره، چه سودی داره، به نفعت هست یا به نفع نیست. پس بیا با هم فکرها رو اول درست بکنیم. ببین جریان فکر دست من نیست، میاد تو ذهنم. فلانی از من جلوتره، دانش آموزای دیگه بیشتر خوندن، دانش آموزای دیگه بیشتر تلاش کردن، دانش آموزای دیگه این استاد گفته که اگه اینقدر نزنی هیچی نمیشی. اون یکی گفت اوکی میشنوی، چرا دامن میزنی؟ خودت هم بدترش میگو آره نمیشه، پس من برم بخوابم، پس من برم غذا بخورم، پس من برم عللی تللی کنم. میگه تو چرا دامن؟ اولا که باید مراقب اون چیزی که میشنوی باشی، دوما تو چرا به افکار منفی دامن میزنی؟ ببین فکر میاد اما عمل دست توه، عمل دست توه، تویی که نشون میدی اون فکره رو چطور میتونی مدیریتش کنی. حالا با چی؟ با بررسی وضعیت. یعنی تو یه سری افکار منفی داری، مثلا نمیدونم درست یا نه، افکار منفی داری، یه سری وضعیت داری. ببین دو تا با هم دیگه فرق میکنن. یه وقتی تو به خودت میگی آقا من پر از فکر منفی نشدم، یه سری وضعیتته که میتونه واقعیت داشته باشه. من میخوام واقعگرا باشی، نه مثبت نگر که بله تو میتونی 100%، نه اینکه منفی نگر، نه تویی که تو الان وقت تمام شده و دیگه نمیتونی هیچ کاریش بکنی. پس بیا با بررسی وضعیت دقیقا مشخص کنیم جایگاه تو چی از جایگاه های بپری. پس اینجا کارگاه چیه؟ پرواز تا خط پایان. من تا زمانی که ندونم کجای این خط وایستادم به درد من نمیخوره. پس اول با هم دیگه وضعیت رو مشخص میکنیم تو چه وضعیتی داری و از همون میریم به سمت مقصدمون. و یادت باشه اولش چی برات نوشتم؟ نوشتم گر عشق مقصد است خوشا لذت مسیر. عزیز من یه عده فکر میکنن یعنی من الان پزشکی دانشگاه تهران رو از دست دادم، پزشکی رو کلا از دست دادم، پس کاری نمیارم. تو خیلی هم خودلت هم بخواه مامایی چی؟ یعنی تمام
شد من نمیتونم برم دانشگاه علامه درس بخونم، نمیتونم جامعه شناسیشو بخونم، مثلا نمیتونم حقوقشو بخونم، نمیتونم برم روانشناسی بخونم تهران، مثلا نمیتونم برم شریف دیگه. همون شد. خودم کجا میدونی؟ آره وضعیتت این وسط تعیین کننده است، مهمه، ولی ما میخوایم از این وضعیت هر چقدر که هستی 10%، 20%، 30% افزایش جایگاه داشته باشیم، جایگاه بهتری کسب کنیم. نمیشه. این تصور توی که فکر میکنی نمیشه، چون گیجی، چون ذهنت پر از فکره، پر از کارهای انجام داده نشده است، ولی به این کارهایی که میتونی انجام بدی فکر نمیکنی، به کارهایی که انجام ندادی فکر میکنی، ولی به کارهایی که میتونیم انجامش بدیم. پس بیا کارهایی که میتونیم و انجامش بدیم. نمیشه واقعا، چرا نشه؟ تو باید اینو در نظر داشته باشی، پر از فکر به این که چه کار کنم که بشه، نه این که چرا تا الان فلان کارو نکردم. با من همراه باش، کارت دارم. پس همه ی زندگی ما مسیره. میدونین دیگه یکی از ورزش‌های مورد علاقه من کوهنوردیه دیگه. چی رو ثابت میکنه؟ آقا لحظه استفاده کن، قدم به قدم داری پیش میری، استفاده کن، منتظر نمون که حتما برسی نوک قله. صبور باش، یواش یواش اون مسیر رو بتونی فتح کنی، قدم به قدم، پله پله. هر بارم باید برگرد نگاه کنی که وضعیتم به چه صورت هستش، دو دارم پیش میرم. بیا اینجا. حالا ببین، رفع خطاهایی که الان برات نوشتم، من امروز کلی مطلب میخوام بهتون بگم از دفترچه تغییرات چیکار کنیم، آزمون جنبندی، همه اینا. و دونه دونه مثل همیشه میدونین دیگه، زنجیروار حلقه ها رو با هم دیگه طی میکنیم و زنجیرمون کامل میشه. اگه قبلا هم سر کلاس نشسته باشی میدونی. اولین کاری که در این لحظه اینجا اکنون قراره که با من باشی، هوشیار باشی، بیدار باشی، یادتونه دیگه، اولین کاری که من دایره توانایی هام رو بشناسم، درسته؟ بچه ها یه وقتایی مثلا طرف برمیگرده، ببین توهم قشنگ برمیگرده میگه آقا من صفرم، میشه از الان شروع کرد؟ ببین من واقعا دیگه این جمله استفاده نمی کنه، میدونم تو فکرتون چی میگذره، فقط میخوام آگاه بشین نسبت به این قضیه. واقعا صفر نیست. چرا باید صفر باشی؟ مگه تو 12 همتو نخوندی؟ مگه تو از اول سال شکسته و بسته پیش نرفتی؟ چرا فکر میکنی که صفری؟ بیا وضعیتتو درست بشناس. و حالا اول وضعیتو شناختی؟ دقیقاً درصدو رو پیدا کردی؟ مثل همیشه آنالیز کردی چی چند درصد خوندم، به چه مقدار خوندم، چیا رو حذف کردم، وضعیت پیدا کردی؟ حالا میای دایره توانایی بشناسی. من با توجه به همین از پس کدوم فصل بر میام و از پس کدوم فصل بر نمیام، اینا منوط به این چی هستن؟ اینا منوط به این هستن که ببین واقع بین باشی. آقا من رفتم از اول سال کدوم فصل رو خوندم؟ رفتم مثلا دینامیک رو خوندم، رفتم حرکت رو خوندم، رفتم کار انرژی رو خوندم، اما احساس میکنم فصل مختلف، اما احساس میکنم مثلا فشار رو نمیتونم، ببین هر چی میخونم تو مغزم نمیره. پس میفهمی دیگه، توقع فیزیک ست که نداری، این وسط که توهم هم که نداری، میبینی آقا من این فصل، این فصل، این فصل پسش بر میام، تسلیم از پسش بر نمیام. من پایینو بدونی از کجا بفهمم؟ صبر کن بهت میگم از کجا. پس حالا نمیستم از کجا وضعیت رو بفهمم. حالا همینو به چیز ختم میشه، توجه کن. و اینکه باید نقاط ضعف و قوتت رو مشخص کنی. این بشه درد من میخوره، دقت بکن. ببین ما هممون، من و تو که داری برای نگاه میکنی، یه نقطه ضعفی داریم، نقطه قوتی داریم، مثل چیزهای مختلف این وسط هستن. به کمال انسانی رسیدن حالا این هستش که ما بتونیم نقطه قوتمون رو نگه داریم، نقطه ضعفمون رو برطرف بکنیم تا جایی که میشه. کاملگرایی با کمالگرایی فرق میکنه، کاملگرایی که اذیتمون میکنه. حالا من اگه نتونم، من یعنی تو، ما اگه نتونیم نقاط قوتمون رو توی درس ها مشخص کنیم، اتس میرن، سقوط میکنن. و اگر نتونیم نقطه ضعفمون رو بررسی کنیم، مشخص کنیم، همجوری میمونن، چون ازشون هم میترسیم. یکی از راههایی که واسه حالا فرار از ترس، مقابله با ترس وجود داره، فرار کردنه دیگه. فرار میکنیم، از دست میریم، و این فرار باعث میشه تا روز آخر میگی میخونم میخونم میخونم. کدوماتون توی برنامه
ممکنه که حتی یک هفته یک درسی رو جا گذاشته باشین چون نقطه ضعفتون بوده باشه. با خودتون بگی حالا من بعداً میخونمش. حتما خیلیاتون داره میگی من. پس ما میخوایم اینو بررسی کنیم. کدومان؟ واقع بین باش، خودتو درست ببین، نه توهمی. من دیگه به کنکور نمیرسم. بی خود چرا حرفی میزنی؟ ما هستیم که کمکت کنیم دیگه. حالا و یه مسئله، شروع هیجانی و بدون استمرار ممنوعه. تو میای سر کلاس انرژی میگیری، به به خانم دری گفتش آره میتونیم 10 تا 30 درصد بریم بالا، بله بله عالی، ولی امروز میخونی چون شنبه است، فردا میخونی، پس فردا دیگه بلند میشی میخونی، پس اون فردا کلا از دست رفته. شروع میکنی به اینکه حالا ببین سخته ها، میخوای امروز رو نخونی فردا ولی دو برابر به جاش بخونم، امروز مهمون اومد نخونم پس فردا، ببین همش رو جبران میکنم. خب این کارا باعث میشه که شما جایگاهت میشه چی؟ اینجا نوسان پیدا میکنه. یه بار اینجایی میای اینجا، یه بار اینجایی میای اینجا، یه بار اینجا میرسی، یه بار میای اینجا، دوباره یه بار. این میشه نوسان، نمودار سینوس کوسینوس. پس به جای اینکه همچین اتفاقی بیفته میخوایم متعهد باشیم، یعنی من هر روز همین کاری که باید انجام بدم، وظیفه‌ای که به گردن من محول شده، برنامه‌ای که دارم، مشاورم داده، من بدادم، هرچ اجرا میکنی، متعهدی، قدم قدم جلو میری. نوسانی یعنی من امروز میترکونم هورا، ولی فردا نمیشه. بیا اینجا، به جای فکر کردن به نتیجه روی مسیر باید تمرکز کنی و تسلط داشته باشی. یعنی چی؟ ببین مدام به این فکر میکنی میرسم یا نمیرسم، مدام به این فکر میکنی نتیجه من چی میشه، یعنی اگر اون دختره که پزشکی قبول شده تمام درصدش فلان بوده منم میتونم. بابا صبور باش، به جای فکر به نتیجه ببین چگونگی اجرای مسیر اهمیت داره، چی کار کرده که رتبه آورده. اینو باید با هم دیگه بررسی کنیم. الان فکر به این که تو قبول میشی یا نه، کمکت کجا؟ کمکش من جلسه پیشم بهت گفتم چه کمکی بعضی از فکر رو باید ببینی بهت میکنه. آیا فکر به این که قبول نمیشم یا قبول میشم چه منفیش مثبتش بهت کمک میکنه؟ نه. فکر به این که خنگی کمکت میکنه؟ نه. فکر به این که باهوشی کمکت میکنه؟ نه. فقط فکر به اینکه من کیم، چه جایگاهی دارم، چطور میتونم پیشرفت کنم، فقط همین بهم کمک میکنه، تموم شد. و خودتو دست کم نگیر. به درسته که باید توانایی تو بشناسی، اما نباید خودتو دست کم بگیری. دیدی بعضیا میخوان شکست نفسی کنن؟ نه من نمیتونم، دارم اینا بهت میگم انگیزه بگیری. نه من نمیتونم، نه بیش نمیرم، نه خدا یا فلان فلان. بابا بیخیال، تو دقیقاً باید ببینیم آقا من میشه، چرا نشه؟ چه دلیلی واسه نشدن وجود داره که تو اینقدر خودتو اذیت میکنی؟ و اینکه زاغ مقلد نباش، روش خودتو پیدا کن. ببین مثل فیلم مارمولک بود میگم راه رسیدن به خدا به تعداد آدم هاست، دقیقا راهای روش مطالعه همون، راهای درس خوندن همون به تعداد شما دانش آموزای عزیزه. یعنی چی؟ رفقا اینکه ما فکر کنیم که مثلا من حتما باید برم روش فلانی رو پیاده کنم که این اشتباه است. من باید اونو شخصیش کنم، مال خودم باشه، و این مال خودم بودن کمکت میکنه که بتونی موفق هم بشی. و اگه مثلا بخوای فقط زاغ مقلد باشی، دقیقا اون کاری که اون میخواد انجام بدی اصلا فایده‌ای واسات نداره. شخصی سازی همه چی مثل برنامه است دیگه، و حسودی ممنوع. ای کاش دوست من این رتبه پنج سنجش رو نمی‌آورد، ای کاش فلانی اتفاقی واسش بفهمه. بابا به تو چه اصلا؟ تو جایگاه خودتو به دست میاری، به اندازه لیاقتات، به اندازه ظرفیتت، به اندازه توانایت، به اندازه حرکتی که انجام دادی. پس اگه بخوای بشینی گوشه خونه حرص بخوری که مثلا چرا فلانی این شکلی، ای کاش اون نبود و من جاشو میگرفتم، فایده واسه نداره، درسته؟ حالا پس اینا رو با هم دیگه بررسی میکنیم. اما تمرکز کلاس ما اینجا هستش که آقا من این دوتا رو چطوری باید مشخص کنم و چیکار میتونم بکنم که اینها رشد پیدا کنن، درسته؟ پس ما توی فکر رشد و جهش هستیم. بیا اینجا حالا یه لحظه چطور باز میکنیم، من چند تا سوال ازتون بپرسم، میذاره گرم شین، فعالیت کنین سر کلاس. بیا اینجا. خب بچه ها بیا اینجا ببینم کدوم هر
کیو که گفتم بگه من کدومتون شروعهای هیجانی دارین؟ نتیجه که میخواستین نگرفتین دیگه، به خاطر این هستش که شروع هیجانی دارین بدون تعهد و استمرار. کدوما به من بگین لطفا. بله بله دقیقا، خیلی ها همین شکلی هستن. کلاس من از کی شروع میشن؟ سر کلاس مگه نیستی؟ خب سوال خیلی عجیبه. بچه من دقیقا گیرم همین سوال هست. ترازه مثلا 5000 سنجش میشه به 3000 کنکور برسه؟ یک، چرا نشه؟ دو، با من قرار شد به نتیجه الان فکر نکنی، تخمین رتبه عجیب و غریب نداشته باشی. صبر کن، صبر کنید. به نام خداوند ایزاد ممنون من. خب این نتیجه رو ما میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم صبوری کنیم، مسیر رو درست کنیم. خب حالا یه سوال دیگه، کیا زاغ مقلدن و این که یعنی چی زاغ مقلدن؟ تقلید میکنن، هر کی که هر چی میگه اونو میگن، از خودشون هیچ ایده ای ندارن، مسیر درسته خودشون رو نمیشناسن. استرس کشته شما رو دیگه، چیزی که من متخصصشم و الان دارمش تو درسته. حالا یه سوال دیگه، کیا اصلا نقطه قوت و ضعف خودشون نمیشناسن و نمیدونن باید باش چی کار بکنن؟ خب حالا این سوال دیگه، کیا اینجا هستن که هی خودشون رو دست کم میگیرن، هی میگن نمیشه؟ سردرگمی هم داری. خب مرسی، بازم من با کل خوبه. پس اکثر این موارد رو باهاش مشکله. خیلی خوب، بیان اینجا. آره واقعا خیلی میدونم داغونه، من ترسم قوی نشه پای آزامت. درستش میکنه، با هم دیگه بررسیش میکنه، نگرانش. خیلی خوب. یکی نوشته که حسود پلاستیکی هستم. راست میگه. پس اینو، این مورد هم خیلی ها هستن، مثلا جزوه نمیدن به دوستاشون، یا مثلا کلاس ها رو مثلا نمیگن کی خوبه کی بده، مشاوره رو نمیگن که این اتفاق که فلانی پیشرفت نکنه. بچه هایی که تازه اومدن خیلی خوش اومدن. خب مرسی، چطور ببندیم حالا بریم بچه ها. پس یه موردی که بررسی کردیم، یه چیزی که بلده اینه، استرس از چی میاد؟ عامل استرسور. عامل استرسور چیه؟ خب کنکور. پس من میتونم استرس رو از بین ببرم؟ نه، ولی میتونم مدیریتش کنم. توجه کردی؟ استرس از چیه؟ یه عامل استرسوری داره، یه چیزی که بالم فشار میاره. من این عامل میتونم از بین ببرم؟ نه، ولی میتونم خودم مدیریت کنم. بله، با چی؟ با راهکار، با استراتژی. پس اگه فکر کردی که این از بین میره، سخت اشتباهی، این مدیریت میشه. انشالله که فهمیده باشی چی میگم. مدیریتش شکلیه، یعنی یک، من توانایی میشناسم، نقاط ضعف و قوتم مشخص میکنم، مستمر حرکت میکنم. این چطوری؟ این با تغییر سبک زندگی. و عادت سازی. به خدا مسئله بسیار مهمیه که دارم میگم، اگه فهمیدی انجامش بدی بهت قول میدم جهش فوق العاده داری. پس چی شد؟ پس این با چیه؟ صبور باش. شروع هیجانی داشتن اوکیه، استارتو میزنی. تو فرض بکن این انشی من مدام کبریت بندازم که بخوام روشن کنم دیگه، مثلا یه توده هیزم رو هی کبریت بندازم خاموش میشه، دوباره کبریت میندازم، نمیرم دوباره سر وقت اون هیزم ها باد بزنم، نگه دارم آتیش شعله بگیره، علو بگیره و اینکه بیاد بالا. مدام کبریت میندازم، نگاش میکنم خاموش میشه، کبریت میندازم خاموش میشه. این دقیقاً شروع پر هیجان ولی بدون تعهد و استمرار دقیقاً همینه. کبریت قیافم دقیقاً این پوکر فیس. چیه همین؟ بقیهش چی؟ باید مراقبت کنی از اون جرقه کوچیکی که زدی، علو بگیره بیاد بالا.
وگرنه که اصلا هیچ خاموش میشه دیگه. تو دنیای واقعیش که همینه. تو بخوای دنیای کنکور اینطوری نباشه. حالا به جای فکر روی مسیر تسلط داشته باش روی ام، رو نتیجه به مسیر تسلط داشته باشم که میدونی یعنی چی، یعنی الان باید برنامه‌ریزی هامونو درست کنیم و دست کم نگرفتن که این واقع بین باشه. واقعا اینا هم که توضیح دادم اینجا. خب میخوایم ببینیم که تو این مدت زمان باقی مونده چیکار میشه که اولا که یادتون باشه انرژیاتون رو بالا نگه دارین، با حال خوب کناتون. بچه ما هممون در طول روز یه سری اذیت میشیم، کلافه میشیم، سختمونه، وضعیتمون درست نیست. خواهی بخواهی دل بدی به این دنیا که مثل انتخاب طبیعی اینجوری چرخ میخوری پک میشه بیرون. بازم دارم بهت میگم از گونه هایی میشه که از بین رفتن ها و کنکورم همینقدر میتونه اذیت کننده باشه. قلقش رو باید پیدا کنی. میتونی؟ این که مثلا فکر کنی وای نمیتونم، نمیشه، خب بهت کمکی نمیکنه. بیا کاری بکنیم بهت کمک کنیم، فکر رو یه ذره مدیریتش کن. من همش دارم میخواد امروز این فکرهای تو مدیریت بشن. بچه نتیجه بگیم. بینجا حالا تو این 50 روز مثلا میتونیم چیکار کنیم؟ توجه بکن که دایره توانایی ها چطوری مشخص میشه. این باید آزمون. آها رسیدیم به اصل مطلب. ببین من جایگاهمو کجا میتونم پیدا بکنم تا وقتی که خودمو محک نزن نمیشه. ببین سه تا درس خوندن شما، توجه بکن به من، توجه کن، درس خوندن شما در طول روز، یک روز کامل، سه تا مرحله داره. چه مرحله‌ای؟ خب بهت میگم الان. ببین این سه مرحله رو دقت بکن، سه مرحله کامل داره، حتما باید بهش توجه کنی. مرحله اول، یک، میان چی کار میکنی؟ آموزش میبینی. دقت بکن نمیاتون این مرحله رو درست انجام میدی. میری سر توجه کن، آموزش میبینی، سر کلاس میشینی، حضوری غیر حضوری، آفلاین میبینی، این تکمیله. خب گوش بده، مرحله دوم تمرین کردن. یعنی چی؟ این آموزشی که تو دیدی رو باید ببری تو قالب کار، بعد تمرینش کنی، باید مرورش کنی، بعد تکرارش کنی که خودت هم بتونی اونو استفاده کنی و بتونی ببینی اصلا چطوریه. ببین توجه کن به حرف من، وقتی استادی مثال رو حل میکنه، اون استاد سالها داره اون مثال رو حل میکنه. خب اصلا مرجع واسه این کارش درسته، 20 سال داره همون تمرینا رو تکرار میکنه، توش قوت داره و دیگه اینقدر مرور کرده ملکه ذهنش. اما تو چی نگاه میکنی؟ نشستی نگاه میکنی استاد چقدر راحت حل کرد، پس منم میتونم پسش بر بیام. نتیجه تا زمانی که امتحان نکرده باشی، مثل اینونه که یه جزوه داده باشن دستت، گفته باشن این کلاج و اینم فرمون و اینم آینه، گازو بده و کلاج رو به حرکت کن دیگه. خب دیگه نمیشه. یعنی شما باید قشنگ پشت فرمون نشسته باشی که بتونی ماشین رو هدایت کن. کسیم بخوای تو مقصد بخوای برسی و مسیر و لذت و فلان. و مرحله سوم که ما الان فرض میکنیم شما آموزش دیدین، فرض میکنیم تمرین کردین، اینجا باید چیکار کنیم؟ آنالیز کنیم. آنالیز رو شما از کلاسای اول من دیده باشین، مدام میگفتم آنالیز ما با چی انجام میشه؟ با همین آزمون دادن. کدوم آزمون رو بدیم؟ کنکور سازه. آها جالب شد نه؟ دقت بکن چقدر جالب شد. پس ببین اگر توی آموزش فقط مونده باشی، ترس از تست داشته باشی، مدام بخوای بری سراغ تست میترسی. حالا من نرم سراغ تست، نتونم پسش بر بیام، با چی میشه؟ اگه غلط بزنم چی میشه؟ اگه نتونم اینجا گیر میکنم، اینجا گیر میکنم. همه سوالات برات ناآشنا، یه تصور خیلی دوری از سوالاته. تو این مرحله گیر کردن چیه؟ تست میزنم، آره تست میزنم، اما چون تستات آنالیز نمیشن
تمرین ها کمن، به قد کفایت نیستن، چه اتفاقی میفته؟ تو این تمرین کردن چی میشه؟ تو این تمرین کردن مدام همه یه سوال ها واسه شک دارن، شک میکنی این گزینه یا این گزینه، بزنم یا نزنم. آها، پس من شک میکنم زیاد، پس تو این مرحله گیتم و مرحله آنالیز. اما اگر آنالیز کنیم شک دارا، بعد چطوری؟ بهت میگم چطور آنالیز کنیم، صبور باش. شکدارها برطرف میشن، دیگه به این فکر نمی کنی که آها این سوال فلان صفحه از کتاب بود ولی من نمیتونم حلش کنم، من شک دارم رو این، ای بابا کدوم گزینه رو بزنم، شماره صفحه یادمه، عکس صفحه یادمه، یادم نمیاد کدوم گزینه، اه لعنت به من که دانه. صبر کن، به چه که لعنت بفرستی به تاریکی، شام روشن کن. حالا ما میگیم چراغی روشن کنیم. خب پس آنالیز میکنم، نقطه ضعف و قوه با چی؟ با آزمون. کدوم آزمون؟ کنکور سراسری، از کدوم کتاب؟ میتونی از کنکور یا به چند کنکور استفاده بکنی؟ منبع تهیه کردی یا نه رو من نمیدونم، با هم دیگه بررسیش میکنم. پس بیا اینجا، این شد مرحله یک، مرحله یک آموزش، این شد سطح یک آموزش، این شد مرحله دو یا سطح دو آموزش، این شد مرحله سه یا سطح سه آموزش. یه لحظه شفا باز میکنی لطفا، تو کدوم مرحله الان گیر کردی؟ الان با بیاد داریم اینجا آنالیز میکنیم تو رو دیگه، میخوایم با هم همراه باشیم. تو الان سطح یکی، سطح دو یا سطح سه ای؟ تا کجا پیش رفتی؟ خیلی مهمه بچه ها، جلسه های مشاوره به شدت اهمیت داره. من میخوام از این کلاس رفتی بیرون اصلا آدم متفاوت و طرز فکر متفاوت شده باشی، درسته؟ بس این شکلی که من بخوام ببینم فقط بشینم نگاه کنم میشه سطح یک. اگر سر کلاس نشستی فقط نگاه کردی سطح یک رو پیش بردی، اگر نشستی سر کلاس انجام دادی کار رو سطح دو رو پیش بردی، اگر رفتی بیرون انجام دادی و بررسی کردی وضعیت تو با آزمون محک زدی سنجش کردی که من چطور پیش رفتم، سطح سه رو تونستی پیش ببری، درسته؟ پس الان ببینیم که شما کدام این ها. خب پس سطوحتون رو میدونید. من میتونم بریوان آب داشته باشم؟ چت هم بازه؟ چتو باز میکنی. خب شما کدوم سطحی؟ به من بگید چت بسته بود. من یه ذره آب بخورم. آها خیلی عالی. سطح سر و مشکله آن اکثرا اینجان تا اینجا پیش رفتم. سه؟ طبیعتا ما تو سطح سه باشیم، ولی اگر نیستی یعنی مشکل وجود داره که با هم بررسیش میکنیم دیگه. تو هر درک سطح فرق میکنه. بله درسته کاملا. دو نیم. بفرمایید آب. بچه ها یادتونه توی مدام بهتون میگفتم این آب که دستتون باشه؟ قرارمون چی شد؟ بچه کی یادشه جلسه گذشته رو؟ گفتم اول از همه از خواب بلند شدی چی کار میکنین؟ بریویس ببینم یادت هست تو سبک زندگی اول از خواب بیدار شدی چی کار میکنی؟ وای به حالتون بلد نباشید. مگه میشه؟ اول بگو. نه من نگیم فعلا، فعلا بگین که اول از خواب بیدار شده باشی تو سبک زندگی چی کار بد میکردی؟ نه خیر آبا که خود، نه پنج تا مرحله بود. نه 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 مرحله یک مز بلد اینا هم قاطی کردی. دوباره میخوابیم. آره دوباره میخوابیم. ما کسایی هستن که میان بیداری میزنن بعد میخوابن، دقیقا همونا. نه بالش رو میتونم. خدایا اینا که از خواب بلند میشن بعد این چیزو باز میکنن، این لپتاپ باز میکنن و همونجا فیلمو میبینه خوابشو میبره، دقیقا همون شکل. آره ادمین که اصلا یه دونه میریم سر گوشی. وای دلم میخواد خفتون کنم. اصلا عالی. یکیش میگه آلار میذاره 5 دقیقه دیگه، همین کارو کنید دیگه. وزینه این استار چک میکنیم. آ چی میخواد تو اینستاگرام تو باشه؟
خب بچه ها پنج تا مرحله من یه بار دیگه میگم. یک، بلند میشیم تخت خواب لامصب رو تو مرتب میکنی. حالا اگه رخت خوابه، اگه تخت خوابه، اون اول مرتبش بکن، یک کار مفید تو این زندگی انجام داده باش. این یکه. دو، بعد از اینکه دستاتو شستی می کجا؟ باریکلا محمد رضا، آفرین، باریکلا. خیلی خوب دیگه چی؟ آره واقعا هم بچه های من هم نمیگن بچه شو. اول اتاق، تخت، رخت خواب. دو، دستشویی، صورت، مسواک با دست مخالف. سه، دو لیوان آب. یادتون اومد؟ بعدیش نفس، بعدیش تو دو لیست. عزیزای دل یادتون نمیاد اصلا بده ها. اگه یادتون نمیاد جلسه هفته پیش رو نگاه بکنید. آقل این جلسه ها به هم دیگه همه ارتباط دارن. نفس عمیق چی بود؟ شکم صرف نفس. خب چطور ببند لطفا ادمین عزیزمون. خب حالا الان تکلیف چیه؟ دو لیوان آب اگه نتونستی یه لیوان بخور، نتونستی نصف لیوان بخور، ولی بخور اون لامصبو که گردش خونه یه زن جرم پیدا کن. خب پس میرم کنکور اون آزمایشی نزنم، تست تعریفی نزنم، ممکن سوالتون باشه. ببین همش منوط به اینه که تا الان چه کار کردی. من اگه بخوام بهت بگم میگم هم کنکور سراسری بعد زده بشه که این تو اولویت ماست. کنکورهای سراسری 94 تا 1400، 95 تا 1400، حالا دیگه این تو اولویت ماست. کدوم کنکور سراسری ها؟ ببین دقت بکن، کنکور سراسری یک، اول میشه سوالات عمومی، یک عمومی های خودتو سایر رشته ها. پس چی شد؟ یک، تو کنکور سراسری ها هم باید عمومی های خودتو بزنی اگر تجربی هستی، انسانی، ریاضی، خودتو تجربی که میزنی، زبان و هنر رو باید بزنی. دو، اختصاصی و عمومی خودت. پس اختصاصی عمومی خودت هم که میدونی باید بزنی دیگه. و سوم، سوم چی؟ اختصاصی، بزن اینجا بنویسم بهش، سوم میشه چی؟ اختصاصی به بعد درس سایر رشته. چطوری؟ بکن اگر شما رشته ریاضی هستی، خب میتونی فیزیکو، میتونی شیمی تجربی ها رو هم بزنی دیگه، درسته؟ اگه تجربی هستی میتونی فیزیک و شیمی ریاضی ها رو بزنی. پس میتونی با هم دیگه تبادل کنی. عمومی هم که گفتم به چه سود دیگه. پس اینا رو باید بدونی. چی شد حالا؟ چند روز یه بار؟ به چه صورت کنکور بزنم؟ از چه منبعی استفاده میکردیم واسه آزمون سراسری زدن؟ از کنکوریوم یا چند کنکور؟ اگر شما تا الان منبع تهیه نکردی، این منابع رو تهیه کن. خب اگر منبع تهیه کردی، مثلا منابعتون چند دور دنیای گاج بوده یا مثلا زرد قلم چی بوده، دیگه بزن دیگه. ولی خب ترجیح من هست که اینا باشن، چون اصلا دفترچه‌هاش درست در شده، به دردمون می‌خوره اینجوری دیگه. کنکوری مثلا شون بهتر. پس چی شد؟ به این ترتیب میتونم از سایت دانلود کنم؟ نه، چون تغییرات باید اعمال شده باشن و دفترچه رو بدن. ما میخواییم که شما دیگه وقتی رسی سر کنکور مثلا مغزت بگه همین، من این رو بارها انجام داده بودم، مسیر عصبی درست شده باشه. یعنی مسیر عصبی چه شکلیه؟ ببین انگار که مثلا تو کوه دیدی مثلا راه وجود داره، یعنی شما انقدر اون آدم های مختلف رفتن که راه درست شده. حالا چه تو پاکو چه مثلا توی قله ها به فرق نمی کنه. شما الان دقت بکن که وقتی یه کار رو انجام میدی مدام یه مسیر درست میشه تو مغزت، دیگه عادی میشه واسه میگه انجام دادم دیگه، قبلا دیگه نمیترسی از اینکه وای اولین باره چی میشه داستان از این. پس منبع آزمون سراسری شد، گفتم کنکوریوم و چند کنکور. دو، چه روزایی؟ اینا همه مربوط به ایناست. ما فرض میکنیم شما آموزش درست میبینی، تمرین میکنی تو آنالیز. اگه نمیکنی همچین کاری کمکت میکنی، نگران نباش. این کارگاه هم که کاملا رایگانه دیگه، اصلا مشکلی وجود نداره. روزی یک بار
من میرسم دفترچه و تغییراتشون رو ثبت کن. همه چی من توضیح میدم. چند روز یک بار من کنکور سراسری بزنم. ببین این یک مورد واسه یه تمام بچه ها میتونه متفاوت باشه. از 3 روز یک بار هست، 1 روز نصف روز آزمون، 2 روز و نیم بعد تحلیل چطوریه رو من میگم. ثبت کن اینجاست دیگه. میتونی هر روز آزمون بزنی، یا آزمون رو چندین بار تا کنکور تکرار بشن، میتونی 1 روز در میون باشه. اینکه تو سطحت به چه صورت هست، این روند رو متفاوت میکنه. یعنی من توقع دارم تو دیگه کنکور سراسری رو شروع بکنی. اگر دانش آموزایی هستن که نرسیدن درس رو تمام کنن، هیچ نگران نباش. همون روش 3 روز یک بار برای شما مناسبه. خب که صبحا درس رو بخونیم، خب کاری نداریم، و آنالیز رو هم در کنارش طبق برنامه انجام بدیم. اونایی که درس رو تموم کردن روند متفاوت تری دارن دیگه، فقط میرن سراغ تثبیت و میرن سراغ تسلط بیشتر و داستان. پس اگر نخوندی نگران نباش. مثلا ممکنه به خود بگی خب خانم داری من درس تموم نکردم، اشکال نداره، شما صبح ها رو وقت داری واسه تموم کردن درس، سر کلاس هستی، دوره میکنی. میدونم دانش آموز متفاوتی الان اینجا هستن، پس نگران نباش. پس اینجا دقت بکن، منوط به این که یا بسته به این که شما چه سطحی داری، روندت هم توی اجرای برنامه متفاوت میشه. فهمیدین؟ یه چت تو باز میکنی ادمین جان؟ ببین فهمید بچه ها کسی روند و تا الان منابع و نوع برنامهش رو نفهمید بهم بگه. حالا اینکه شما هر کدومتون تو چه سطحی هستی، همه این روند ها برنامتون تغییر میکنه، ولی این 3 مرحله واسه همه یکسانه. شما باید این ستا رو از بالا به پایین انجامش بدید. خب حالا این که ببینیم شما چه وضعیت داری خیلی با هم دیگه حل. خداش اگر کسی تا این لحظه شما متوجه نشد بگه من دوباره توضیح بدم، اگر متوجه شد دیگه حل. خداش آب بخوریم بچه، آب بخوریم، یه ذره خشکی در بیاین. باشین باشین، همین یه لیوان آب بخورین. بلند شین، پاشو تو نفس بکش، لیوان آب بخور. فکر مزخرفو تبدیلش کنیم به عمل، به اقدامک. توضیح میدم یعنی چی تا ببینیم که به چه صورت. خیلی خوب، بریم سراغ ادامه مباحث. ان شاء الله که خیره. حالا من اومدم آزمون آزمایشی ندیم. یعنی چرا آزمون آزمایشی ندیم؟ آزمون آزمایشی میدیم، خط فکری طراح رو نگاه میکنین، اما تمرکز بیشتر روی کنکور سراسریه. و کتاب درسی نخونین. اگر شما مشکلی میخونین خلاصه نویسی، همینا رو بهت میگم. خب تثبیت تخته چی شده؟ اوکی. خب حالا بیا اینجا بچه ها سوالاتتون رو هم نگه داریم برای پایان کلاس ازم بپرسین. الان اصلا وقت سوال پرسیدن نیست. هر موقع گفتم سوال بپرسین، فقط اون زمانی که میگم بگین حله، بگین حله. مرسی، چرتو ببند لطفا. خب حالا من اومدم آزمون زدم. مثلا ببینم اینجا چی داشتم. آها اینجا من براتون بنویسم. من اومدم آزمون زدم، توی آزمون نگاه کردم، دیدم که توی آرایه ها و قرابت با. اما توی لغت و مثلا املا لغت کلن ضعف دارم. نمیشه شما قرارتون خوب باشه برای این مثلا از مشکل داشته باشه، عموماً به هم رفت دارم. نگاه کردم توی ترجمه عربی که وظیفته که بلد باشی، خوبم. توی قواعدش مشکل دارم. نگاه میکنم ببین متن دینوزنگی رو بلدم، اما نمیتونم آرایه ها رو بزنم، ببخشید آیات رو بزنم، نمیتونم مثلا برم درک مطلب عربی رو بزنم، نمیتونم برم کلوز ریدینگ زبان رو بزنم. فهمیدم دقیقا مشکلم تو چیه و این مشکلم رو میخوام که برطرف چیکار کنم براش. ببین ما یه سری پچی شد، ما یه سری نقطه قوت داشت. این نقطه قوت ها همشون باید بیان. اگر عمومی هستن توجه کن برای من، توجه کن خیلی مهمه.
اگر توی عمومی هستن تو روتین برنامه باید قرار بگیره. روتین برنامه همیشه شبیه میان وعده است. یه شبیه از اول مثلا میتونه شبیه میان وعده صبح، میان وعده عصر، شب، اسنک تور. همیشه باید باشه دم دسته. میان وعده باید کمک میکنه. یعنی صبح که از خواب بلند شدی میتونی با روتین زبان شروع کنی. اونایی که بلد هستی تو روتینن. میزان تست مشخص. ببین از روزی 20 تا دونه تست واسه هر مبحث میتونی داشته باشی تا روزی 500 تا دونه تست واسه هر مبحث. به خدا که بچه ها میزنن. پس چی شد؟ پس حالا میخوام توجه کنی به این مبحثی که دارم میگم. یعنی چی؟ تو روتین میذارم چیزایی که توش بچه قوی هستم. میخونمشون با تست. میاد دیگه دوباره درس رو بخونم نه دیگه. تو دیگه بلدی. بعضی از بچه ها تو این مسئله وسواس دارن. نکنه من برم باز درس رو بخونم. نکنه نخونم اتفاقی نه دیگه. نمیخوام درس رو تست بزنی. باز از توی تست یه سری توجه کنی که مهمه. یه سری نکته پیدا میکنی. باید باشون چی کار کرد. بچه ها همه این مسئله خیلی مهمه. توجه کن. پس من میرم تست میزنم. نقطه قوت دارم. یه نکات هم هر بار پیدا میکنم. یه سری که تست زدم میبینم ببین اون مبحثی که بلد نیستی رو هر چقدرم کار کردی یاد نگرفتی که حذف باش کاری نداری. الان مسئله ما مباحثی هستن که میتونی از پسشون بری اما روشون خیلی کار نکردی. یعنی تو مرحله چند موندی؟ تو مرحله 2 موندی. اون مباحثی که آموزش ندیدی یا با آموزشش مشکل داشتی نتونستی یاد بگیری بیخیال شو. باز بسته به تعداد تستاش داره. باز بسته باید یه ذره مشورت کنی با اون بهت بگیم. اما اگر تو این مرحله گیر کردی آموزش کامل بوده خوب تمرین نکردی اینجا میتونی با تکنیکایی که بهت میگم و درستش کنی. خب اینجا الان بهت میگم. پس نقاط ضعفم چی میشن الان؟ نقاط ضعف میرن توی بازه مطالعه. مطالعه و تست. مطالعه همیشه درصدش کمتره. مثلا میگیم 30% دیگه بقیه‌اش تست و تمرینه. خصوصا اگر کلاس میرین تستای تیپی که اساتید بهتون میدن مدام مرورشون توجه کن خیلی مهمه. پس نقاط ضعف چی میشن؟ نقاط ضعف میرن تو بازه مطالعاتی. میرن توی بازه مطالعاتی. توی مطالعه هم جزوه رو داریم که مطالعه میشه هم تست رو داریم که زده میشه. دوباره تستا تحلیل میشن. این تستایی که تحلیل میشن نشاندار میشن. نشاندارام دوباره شب زده میشن. یعنی ما یه روتین مداومی داریم از درسایی که نخوندیمشون درست حسابی. اون درسایی که مشکل داشتیم دیگه داره درسته نشاندار دوباره مرور. هی اینا تکرار تا بتونه برامون درست حسابی بشه. میتونم دیگه هممون میتونیم بشینیم یه گوشه با خودمون بگیم خب ما یه آدم بدبخت مفلسیم که مثلا نمیتونیم پیشرفت کنیم. خدا نکنه تو این شکلی باشه. دانش آموز مایی. مگه میشه که ما با هم همراه باشیم تو همجوری توی مود خودت بمونی؟ نه اصلا امکان نداره. بی اینجا خب پس نقاط ضعف این شکلی. درس دادم گفتم از کجا میفهمیدیم؟ از آزمون سرسری. کدوم آزمون سرسری؟ این شکلی. حالا من همزمان که دارم مطالعه میکنم نکات به دست میارم. این نکاتی که به دست میارم مثل نکات پراکندن. آیا من اینها رو توی دفتر جدایی بنویسم که مثلا این نکات به چه صورت هستن؟ یا مثلا نکن تو میری تحلیل میکنی یه سری نکته به دست میاد. دقت کردی دیگه تو این مورد یه سری نکته دست میاد ریزن. من میگم شبیه درختای هرا هستن رو آب شناورن همینجوری میرن و میان. چیکارشون کنم؟ ببین این نکات مثل تیکه های پازل میمونن. تیکه های پازلی که مثلا شما فرض بکن که نقشه ذهنی میخوای بکشی یه تصویر ذهنی میخوای درست کنی از تیکه های پازل درست شده. هر تیکه پازل با اون یکی تیکه پازل چفت میشه و ارتباط داره. حالا یه سری از این قطعه های ذهنت خالی میدونی اینجاها خالی هست پس این نکات پرشون میکنن. اگر تو میخوای این پازل درست بشه اون قطعه ها رو باید وصل کنی به تصاویری که قبلا داشتی و داشتی میچیدی. اما روش اشتباه اینه که تیکای پازله که جمع کردی دوباره جدا از اینا نگه میداری.
یعنی چی؟ یعنی من اگر چیزی یاد گرفتم باید به دانسته هام اضافه کنم، باید بچسبونم، باید براش مپ مایند بکشم. جلسه پیش در مورد مپ مایند کامل توضیح دادم. باید خلاصه نویسی هاشو درست کنم. خیلی نکته مهمیه و مطمئنم که نمیدونی. خب پس من یه تصویر ذهنی دارم از یه دانسته ای، فرض میکنم که من دارم اندازه گیری میخونم، میخوام فیزیک بخونم، قطعه های پازل هنوز کامل نیست، جدا یه سری نکته دست میام، نکته ها دقیقاً یه سری نکته ها بی ربطن، یه طرح سوالی مثلا دوست داشته که از اون زاویه سوال که نمیشه، با توجه به کنکور سراسری دادن نکته ها رو قشنگ دید به دست میاری که دقیقاً استراتژی چیه، خط چیه، مسیر چیه. اون نکته هایی که مرتبط هستن رو باید وصل کنم با چی؟ با مپ مایند یا شبکه سازی. شبکه میسازم. اگه نخوام شبکه بسازم نکته ها رو هوا شنورن و اینو دیدی اونو بزن، اینم یادت میره دیگه، خوش شکر خدا دیگه تموم. ولی ما اینجا هستیم که نذاریم تو همچین اتفاقی برات بیفته. پس نکاتی که دست میاد چیکار میکنی توی مپ مایند یا نقشه ذهن؟ مپ مایند، تو رو خدا توجه کن یه لحظه تحت باز میکنی ببینیم کی مپ مایند یادشه. یادت نیست من توضیح بدم دوباره؟ اگه یادت بگو یادمه، یادت نیست بگو یادم نیست، بلد نیستم، هرچی بگو بلد نیستم، اگه یادت بگو بلدم. نبودی بچه ها اسم جلسه جلسه سوم نکته تسته، تو گوگل هم سرچ بکنین میاد، تو کانال آپارات کلاسینو هم هست. میتونیم بررسیش بکنیم. خب من یه توضیح میدم تا به این جلسه قبل رو ببینین. جلسه سوم نکته و تست بشه. میتونیم دیگه یه هفته من نکته و تستم، یه هفته پروفشنالیم، دوباره یه هفته نکته و تست. خب بیا اینجا من توضیح میدم دوباره. شکر خدا. توضیح میدم نگران نباش. اوکی. بچه ها وقتی که میخوایم نقشه زنی رو فهمیدین تا الان چی شد، چی گفتم، نکات باید چی کار کنین؟ این که من فقط بگم برین کنکور بزنی که دیگه همه میدونن، اما بعد از اینکه کنکور زدیم چه اتفاقی میفته رو شما باید بدونین. بچه ها این رو بلد باشین، باز من سری بعد هفته بعد که باز باهاتون کلاس دارم میپرسم که آیا یاد گرفتی یا یاد نگرفتی. خب مرسی، چت دیگه بسته باشه، مرسی. حالا میگیم چی بچه ها؟ ما یه سری موضوع اصلی نکن، هر بار که ما درس رو میخونیم اون درسمون یه موضوع اصلی، هر مبحثی که میخونیم یه مین آیدیایی داره. وقتی که من درس رو میخونم یه مطلبی رو میخونم، یه صفحاتی برای مشخص شد، تو زیست بخونم، تو جامعه بخونم، قراره که مثلثات یاد بگیرم، یه مین آیدیا، یه ایده اصلی، یه ایده اصلی داره. این ایده اصلی ما یه سری کلید واژه ها هم دارن که یاد میگیریم. موقع مطالعه کردن انقدر باید هوشیار مطالعه بکنی، انقدر باید لذت ببری، انقدر باید ذهنت باز باشه که بتونی این مین آیدیا رو پیدا بکنی، کلید واژه هایی که به اون مین آیدیا ارتباط دارن پیدا بکنی که ساختار بسازی. فهمیدی؟ به خدا اگه نفهمیده باشی فهمیدی دیگه، حالا اگه نفهمیدی من توضیح میدم. پس من اول مثل شما میخواین درک مطلب بزنین، میخواین کلاستر استوریدینگ بزنین، مین آیدیا رو پیدا بکن، ایده اصلی شی راجع به چی داره صحبت میکنه، بعد کلید واژه رو پیدا کن، بعد دیگه وصل کن. این دقیقاً همینه. معمولا مثلا ریدینگ وقتی میخوای شما بزنین تو دوی جمله اول و جمله آخر ترجمهش بکنین، مین آیدیا پیدا میشه. الان دقیقاً شما هم درس میخونید پیدا کنین درس رو چی داره صحبت میکنه. خیلی وقتا شما ناهوشیار درس میخونید، مثلا میخونی که خونده باشی، این خوندن که خونده باشی اینه که کار ما رو خراب میکنی. یعنی شما باید با عشقت کار بکنی، لذت ببری. کی گفته کنکور چندشه یا نچسبه؟ اتفاقا
خیلی هم میتونه جذاب باشه به شرطی که شما درست مسیرش رو طی بکنی. وگرنه خب دیگه از بیراهه بری کلا گم میشی، سردرگمی، میرسی به آقا گرگه، میرسی به خانم مثلا ببره، خب همینطوری اسیر میکنن. پس دقت بگو میای موقع مپ ماین کشتن دقیقا همین شکلیه. موقعی که میخوای مپ ماین نوعی از خلاصه نویسیه. نو پس ما میخوام خلاصه نویسی کنیم، نکات بچسبونیم. ما یه ایده اصلی داریم، این وسط فرض بکن اینجا میشه ایده اصلی یا همون مین ایده. ایده اصلی وسط نوشته میشه و یه موضوع چند شاخه میشه دیگه، درسته؟ من هفته پیش در مورد ایمنی بدن گفته بودم، گفتم وقتی ما ایمنی بدن رو میخونیم دو نوع دفاع داریم، دفاع تخصصی، دفاع غیر اختصاصی. حالا دفاع تخصصی میشد چی؟ مثلا لنفوسیت ها میشدن دیگه، درسته؟ اما دفاع غیر اختصاصی میشدن مثلا چی؟ مثل پوست، مثل مخاط. پس اینا دستبندی میشن. پس دو تا شاخه، هر شاخه خودش چند تا شاخه. من ایده اصلی هستم، دو تا شاخه دارم، هر کدوم از شاخه ها باز چند تا شاخه دارن دیگه، درسته؟ این من میشم مپ مایند. فهمیدی؟ اینطوری مپ مایند رسم میکنی. حالا شما یه مپ مایند مقدماتی رسم میکنی چون دقیقا تو دوران جنبندی هستی، وظیفت همچین کاری. حالا هر که دست آوری بهش وارد میکنی، یعنی تحلیل آزمونا اینطوری هستن که من هر نوع که دست میارم به اون مپ مایند اصلی وصل میکنم. اگه تحلیل نداشته رسمش میکنی دیگه. پس من میشم ایده اصلی، دو دستام مثلا میشن شاخه های، مثلا پاهام هم میشه شاخه، سرم میشه شاخه، بعد هر کدوم این شاخه ها میشن چند تا، میشه مپ مایند شما این شکل، به همین شکلی. پس خلاصه نویسی همینقدر میتونه ساده باشه، میتونه انجام شدنی باشه، اصلا کار پیچیده ای نیست. مهم اینه که بس این تو برگه A4 ممکنه که کم باشه، تو A4 رو به هم بچسبون. یه برگه A3 بردار، تو A5 نکش، مثلا میدونی قرقاتی نکن، درس به درس مشخص باشه، مبحث مبحث مشخص باشه، بدونی که هرچی به دست میاری چی کار میکنی. ما میخونم به همین سادگی، اصلا پیچیده نیست. یه بار کافیه که از این مرحله که الان دقت بکن مپ مایند آموزش دیدی، متوجه نشد دوباره فیلم میذاری آموزش میبینی، نشد هفته گذشته نگاه میکنی، بعد میری تمرین میکنی، آزمون میدی که بفهمی وضعیت به چه شکله. سخته این؟ نه، فقط چون آسونه گاهی وقتا یادت میره که انجامش بدی، یا با خودت میگی بعدا انجامش میدم، که متاسفانه همچین اتفاقی باعث میشه که اون وضعیتی که داری رو ازش غافل بشی، افتضاح بشه، خرابکاری بکنی. ولی اگر انجام بدی مطمئن باش که این سه مرحله 30% جهش واسه تو چیزی نیست، میپری ها. خب پس دقت بکن، کنکور زدن این شکلی کمکت میکنه. چقدر زود گذشت؟ 2:16 چقدر سریع گذشت. به منم یه رو دیر اومدم ولی دیگه خیلی خب. بیا اینجا، میام اینجا. بچه ها من اینو آوردم، بیاین خودتونو با این تعداد میانگین در سنوات خامه بچه های تجربی رو سال 1400 مقایسه بکنید. من بر دفترچه های هر سه تا رشته رو آوردم ولی اینو واسه نمونه براتون آوردم. یه وقتایی شما فکر و اشتباس دیگه، فکر برنستش که حتما باید 100% بزنید. یا من بعض وقتا شنیدم مثلا بچه میگه که باید حتما خانم بده دو تا درسمو 100 بزنم که ترازم جابجا بشه، بقیه درستم کم بود. نه بچه ها، اینجا میانگینه درصدها یا میانگین ترازها اهمیت داره واسه هر درسی. میانگین باید بالا باشه، میانگین باید درست باشه. وگرنه باشه اینطوری نیستش که من باید درصد مثلا نداشتیم گاهی وقتا. بچه‌ها دقت بکن، میانگین نمره ادبیات چند بوده؟ 12.4. دقت بکنین بچه‌ها، میخوام ببینم چقدر از این میانگین جلوتر و یا عقب‌تر هستین و با چی میتونم اینو بیارم بالا. با آرایه، درصد آوه، با قرابت، درصد آوه. آیا دستور زبان میتونه کمکم کنه؟ واقعا اگه الان بلد نیستی باید فکری به حالش بکنی. نه اونقدر، اینا بیشتر کمک میکنن. تاریخ ادبیات میتونه من کمک کنه؟ نه. حالا اگر املام ضعیفه چی کار کنم؟ به خانواده بگوید املا بدن، یا اصلا کلی از اپلیکیشن هم اصلا که میتونم بهتون املا بگن تمرین کنین. خب یعنی واقعا میره اپلیکیشن رو میذاری، میگم خیلی سبز داره، آره املا میگه به تمرین میکنی. خانواده نمیتونن، لغت فرق، روش مطالعه ها تو خیلی اهمیت داره. عربی 18.8، این میانگین چطور بالا میره؟
میانگین رو چیکار بکنم؟ 25 تست عربیه دیگه، چیکار کنم میانگین رو؟ بچه ها این میانگین با ترجمه میره بالا. قواعد ضعف داری؟ اصلا تا حالا نخوندی؟ اوکی. ترجمه رو که میتونی بزنی. درک مطلب رو که میتونی بزنی. نمیتونی تمرین کن. لاغر شبیه یه دونه درک مطلب تمرین کن. تو گفتم چیکارش میکنی نرو؟ تو روتینتون بذاری. ترجمه قوی و که تو روتینت بذار قویش کن. بیا بالا اینجا چند درصد دادی؟ تو سنجش چند درصد بوده؟ رفتی گریه کردی تخمین زدی گریه کردی که وای من نمیتونم. اوکی نگاه بکن به میانگی. نگاه بکن. تو عربی 26 نفر منفی 33 درصد دادن. خیلی طرف شاکار بوده دیگه. مثلا 26 نفرشون نشستن سر کنکور گل کشیدن. مثلا اینکه اینو بزنیم همه رو غلط زدن شکر خدا. پس حالا دقت بکن. اگه نتونستی جزء این باشی که مثلا شما بیای جزء 437 نفری باشی که 100 درصد دادن، ولی بازم میتونی که میانگین تو بیاری بالا. الان میانگین چنده؟ 18. میانگین چنده؟ 13. نمیخوای جرش کنی؟ چطور جرش کنم؟ ترجمه بزن. بلکه مطلب رو کار کن. میتونی. چرا نتونی؟ بیا اینجا. معارف. میانگین بوده 21 درصد. بچه‌ها تو این معارف ما تو میانگین چنده؟ چیکار کنم من؟ چیکار کنم میانگین بره بالا؟ به من تسلط نکن. تو معارف توی دین و زندگی ما عموما بچه به دو تا گزینه میمونن چون شبیه هم دیگه است. چقدر تمرین کردی؟ چقدر تست دادی؟ با آیه ها چیکار کردی؟ ببین تو روش مطالعه همیشه میگفتم که یه شیئی پیدا بکنین توی اتاقتون، همیشه با الکل این بهش توضیح بدین. توضیح دادی؟ متوجه شدی یا نه؟ فقط مثلا همینجور غور زدی. حالا تو زبان چی؟ 14.1 تو زبان چی کار کردی؟ استرکچر بلد بچه ها. شما نقاط ضعف و قوتتون باید بررسی بشه. چی کار کردی؟ اصلا ریدینگ نمیتونی بزنی؟ تا به حال ریدینگ نزدی؟ اصلا امتحان نکرد سراغش نرفتی؟ چون از گنده بودن متن شرسید مثلا گفت اوه این متن طولانی که میخواد بزن. چیکار کردی؟ ببین این چیکار کردن هاست که این میانگینا رو میسازه، نه فقط غر زدن و قصه خوردن ها. زمین شناسی بچه این دیگه میل خودتون است که بزن یا نه. حالا مثلا من برای بچه هایی که یادتون باشه بچه ها زمین شناسی رو میشه فصل 1-5 اینا دقت بکنین که حالا پرتکرار ها رو بیشتر یاد بخورید. و اما ریاضی که پارسال خیلی سنگین بود و سخت بوده، این ریاضی شما دقت بکن چی کار کردی؟ چقدر تمرین کردی؟ معادله بلدی؟ تابه کار کردی؟ ببین من واقعا این که سه دانش آموزام اصلا دیگه اینقدر تابه کار کردن دیگه واقعا خودشون دیگه خسته شدن. الان داری چی کار میکنی؟ میدونی؟ اگه قرار مبحثی رو حذف کنی خب بقیه مباحث رو بهش رسیدی یا نرسیدی؟ یا مثلا زیستت رو چی کار کردی؟ ما فرض میکنیم شما جانوری تو تموم کردی؟ ترکیبی بلدی بخونی؟ ترکیبی گیاهی میخونی؟ ژنتیکو چیکار میکنی؟ چیکار کردی که الان در اصدت اینه؟ و چیکار میکنی؟ کدوم مباحث رو خوندی؟ میدونی کدوم مباحث ضعفته؟ کدوم مباحث قوتته؟ نمیدونی آزمون بزن. نمیدونی بررسی بکن. ولی بررسی بکن. ترکیبی خوندی تا به حال؟ فیزیک چی؟ پای 10 11 12 پای 10 هم بلدی؟ بلدی بلد نیستی؟ چطوری تو مباحثش؟ چطوری میزنی؟ کدوم مباحث دوازده؟ بچه ها خیلی مهمه وضعیتمون. با نسبت به میانگین الان کجایی تو فیزیکت؟ سنجش چند درصد زدی؟ شیمی چی؟ شیمی چند درصد زدی؟ نسبت به میانگین کجای جامعه ای؟ وضعیت خیلی خرابه یا نه؟ بچه ها بررسی 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 خیلی اهمیت داره. خیلی. و اما نگاه بکنید دفترچه ها عوض شده، درسته؟ این نمونه پاسو توجه کن. نمونه پاسخ برگ رشته تجربیه. خب این پاسخ برگ رو شما میدن. یه عده‌ای همچنان فکر میکنن پاسخ برگ عمومی رو که میگیرن دیگه بهشون همجوری هست، براشون دیگه ازشون گرفته نمیشه. میشینن و خوشان عمومی ها رو من میخوام نکته خیلی مهم بگم. توجه کن تکنیک زدن این پاسخ برگ. دفترچه عمومی رو بعد از اینکه 75 دقیقه تموم شد ازت میگیرن، دفترچه تخصصی اول که توش ریاضی و زیسته بهت میدن، اینو ازت میگیرن، بهت چی میدن؟
بهت دفترچه فیزیک شیمی که دفترچه‌ای که توش فیزیک شیمی زمین شناسیه میدن. من این هفته بیا اینجا چون بچه‌های بهترام همه بچه‌ها نمونه پاسخ برداشت ریاضی دفترچه عمومی رو بهت میدن. میگیرن تموم شد. ریاضیاتو میدن، میگیرن فیزیک و شیمی رو میدن. بیا اینجا. انسانی. عمومی ها رو میدن. تموم شد. میگیرن ریاضی، اقتصاد، فارسی، علوم اجتماعی دفترچه‌شو میدن. تموم شد. عربی، تاریخ، جغرافیا، فلسفه، منطق، روانشناسی رو بهت میدن. نمیشه. تو دستت بمونه. اینا رو بهت میگیرن. میفهمی؟ پس باید تنظیم وقت. چطور وقت رو تنظیم کنم؟ آها. من اینو 100 بار دیگه هم لازم باشه توضیح میدم. فهمیدی اینجا رو؟ حالا تنظیم وقت کدوم از اینا میمونه؟ پس من دیگه نمیتونم وقت ریاضی رو بذارم شیمی حل کنم. نمیتونم. چی مال قسماله اصلا از سال قبل بود. این فرق کرده. من نمیتونم وقت مجموعه ریاضیات هم اصلا بگم که من الان نمیخوام حسابان بزنم. حساب اصلا سخته. نمیخوام اصلا هندسه‌شو بزنم. نمیخوام اصلا آمار بزنم. ول میکنم میرم مثلا میخوام رو اسید و باز کار کنم. میخوام هم صورت استکیومتر جواب بدم. نمیتونی. دفترچه خاص خودشه. پس نمیتونی یه درس به طور کامل حذف کنی. این مسخره بازیه. شما میتونی اون تردد سوال سوالاشو حل کنی. میتونی همچین کاری بکنی و نکردیش کاری نداره اصلا. حالا میگیم اینجا تو انسانی همینه. من نمیتونم بگم من رو با شما رو حذف میکنم. اخه خودم اصلا نمیخوام بزنم. به جاش میرم مثلا تاریخ و جغرافیا که مسخره است. مثلا فلسفه و منطق میزنم. تو نمیتونی همچین کاری بکنی. اصلا. پس باید یاد باشه که برای هر باکس، هر دفترچه استراتژی خاص خودشو داشته باشی. این که من بگم که حالا اینو حذف میکنم نمیشه. تو هنر آزمون دادن و هنر کنکور دادن اینه که من توانایی هامو بشناسم و به قد کفایت از این توانایی استفاده کرده باشم. من بتونم اون مسائلی که میتونم رو حلشون کنم. بابا بتونم بازده داشته باشم. بازده اصلا 100%. درصد خلوص کامل. بچه نگاه کن. اگه من نتونم اون توانایی که دارم بتونم پیاده کنم، من به خودم ظلم کردم. تو چرا باید به خود ظلم کنی؟ خب بیا اینجا. حالا میام بچه ها، من این داوطلب هستم. توجه کن، خیلی مهمه. توجه کن، من یه داوطلب هستم. پریناز حیدری داوطلبه، میخواد رفت سر جلسه کنکور. تصور کن منم، میخواد سر جلسه کنکور با توجه به این پاسخ بعد به سوال جواب بده. خیلی هیجان انگیز. این توجه کن، دفترچه سوالات کنکور فرض میکنم این. من پریناز حیدری، دفترچه سوالات کنکور اینه. میخونم سوال یک رو از ادبیات. چند دقیقه وقت دارم؟ چند دقیقه؟ چند تا سوال ادبیات؟ 25 دقیقه. 18 دقیقه واسش وقت دارم. چیکار می‌کنم؟ 25 تا سوال، 18 دقیقه واسش وقت دارم. چیکار می‌کنم؟ بچه‌ها من اگه سوال یکو بلدم، تکنیک ضرب در منفی سوال یکو بلدم میزنم. سوال یک گزینه یک تم شد. سوال یکو بلدم میزنم. میزنم. سوال دو رو چی؟ من اجازه ندارم تمام سوال رو بخونم. از سوال یک شروع می‌کنم بخوندن دونه دونه. سوال دو رو بلدم، سوال دو برام شک داره یا بلدم سوال طولانیه. چیکار میکنم؟ کنار سوال دو یه ضرب در میزنم. یعنی ضرب در گفتم چین برج آزادی، یه پاش این بره یه پاش اون بره. بلدم اما طولانیه، بلدم اما شک دارم. توجه کن، یه ضرب در کنارش میزنم. مهمه تو آزمون باید عین همین کارو پیاده کنی. عین همین کار ضرب در میزنم. پس صبر میکنم. کی برمیگردم سبکو بهت میگم. سوال سه رو بلد نیستم. مثال میزنم، فرض میکنم الان از یک تا سه تا که نمیخوام کل سوالات 7 تا 5 رو اینا حل کنم، که مثلا بگم که اینجا ببخشید 100 تا سوال نمیخوام حل کنم، که این 100 تا سوال تو 7 تا 5 دقیقه. میگم اینجا سوال سه رو بلد نیستم، منفیه، منفیه، بلدش نیستم، بی خیالشو. وای خدا سوالت موند، من یه سوال بلد نبودم. خب عزیز من تو این موقع که باید میخوندیش نخوندیش کار نداره. الان که ما توی کنکور هستیم، توی این بررسی آزمونا هستیم، تو بررسی کنکور سراسری هستیم، اگه واقعا مبحث حذفه حذفه دیگه. اگه تو کنکور سراسری هم که دیگه حذفه دیگه. قصد خوردنت واسه چیه؟ یا میخوندی یا نمیخوندی. اگه نخوندی دیگه چه قصدت واسه چیه دقیقا؟ حالا میام اینجا دوباره سال 4 رو بلدم حل میکنم، سال 5 رو حل میکنم، سال 6 ضرب در داره، سال 7 منفی داره، سال 8 رو حل میکنم، سال 9 و سال 10.
حالا تا مثلا 25 تا مثلا پرشه ادبیات چند دقیقه وقت داشت؟ 18 دقیقه. حالا خانم نمیداری من چطوری برمیگردم به ضرب در دارم؟ من کلی ضرب در دارم. آها نکته مهم اینجاست، تو این دفترچه‌ای که ضرب در منفی شد زدی دقت بکن، اون سوالاتی که ضرب در دارم بدن که ما 18 دقیقه زمانمون رو میگیم چی؟ 4 دقیقه سیف کن. 4 دقیقه سیف میشه. این سیف شد. میتونید بخونید؟ 4 دقیقه سیو میشه. این سیو زمان کمکت میکنه که برگردی سلام ضرب در دارا رو بتونی جواب بدی. اگر زمان سیو نکرده باشی تو همون 18 دقیقه بعد بیا مثلا واسه ادبیات تایم زیاد کلا میذارن، بقیه دفترش عمومیشون میمونه. 4 دقیقه از هر باکس سوالی باید سیو بشه. اسم تکنیکش هم قلمچی گفته بودین، تکنیک زمانهای نقصانی. حالا تو تکنیک سیو زمان اصلا تو هر چی میخوای اصلا فقط این کار انجام بده. 4 دقیقه رو سیو میکنی، برمیگردی به ضرب در داره میرسی. منفی ها چی؟ تو مگه خوبی بودی که بخوای بزنی؟ بیخیال شو دیگه. پس ضرب در داره حل میکنی. ضرب در چی بود؟ برج آزادی. یه پاشیم و یه پاشیم، درسته؟ حالا تو هر باکس درسی دقیقا همین اتفاق براتون میفته. حتما با سیو زمان داشته باشه. بچه این کار دیگه چه کمکی میکنه؟ این کار دقیقا کمک میکنه تو تحلیل، درسته؟ پس من اینجا چه تو اختصاصی ها؟ چه تو عمومی ها همچین کاری میکنم، ضرب در منفی رو میزنم. این ضرب در منفی ها یا تیکایی که دارم به کمک میکنن. تیکا میشن نقطه قوت، ضرب در ها میشن نقاط ضعف. نقطه قوت کجا میرفتن؟ تو تست با مرور و تکرار اگر مشکل بود نشان داد. نقطه ضعف ها تو مطالعه و بعدش هم تست زیاد. پس اینجا کمکمون میکرد برای اینکه بررسی کنیم نقاط ضعف و قوتمون چه شکله. چقدر قشنگ همه چی به هم دیگه گره خورد. خب و من اینا رو تو برنامه میارم. حالا یه راهکار دیگه اش که فرار کردنه. نه دیگه من نقطه ضعفمه، وای خدای اصلا آزمون نمیذارم نقطه ضعفم رو به رو نشم که کلا فرار کنم که عزیز من چه کاری واقعا خیلی فرار کردن چه کمکت میکنه. پس اینجایی که منو تو وایسادیم بیا ببینیم چی کمکمون میکنه، چه راهکاری، چه فکری، چه تدبیری. حالا اگه بخوایم برعکس فکر کنیم چه اتفاقی میفته؟ کلا از دست میریم. فاتحه هم از سلام خدا نکنه ولی کلا خب یه از شاتو باز میکنی از اینجا بریم ببینیم که فهمیدی. اگه فهمیدم بگو فهمیدم. بسیار نکات مهم ارتباط دار کنکورهای سراسری خیلی اهمیت دارن. چطور باشه؟ خب اگه کلاس رو فهمیدی بگو فهمیدم. دیگه ما هم چیزی بزنیم بچه زنیم واسه دارو بزنیم. در حال فهمیدن هستی خیلی خوب. به خاطر تون صدای منه فکر کنم صداقت رو بس میشه. میانگین چیو بگم؟ علی جان میانگی رو به من میگی چیو بگم؟ خب یه سوال پرسیدن که توی این فرصت باقی مونده میشه رتبه خوب آورد. قرارمون چی شد؟ به مسیر فکر کنی، تو مسیر خود متوجه میشه که میشه یا نمیشه. مسیر رو درست انجام بدی. وقتی مسیر رو انجام نمیدی، یعنی قدم به قدم راه نمیری، فقط به این فکر میکنی که میشه رسید یا نه، همش تعلل میکنی دیگه، نمیتونم برسم پس فلش کن. چون مدام خیلی 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 اذیت میکنه. بچه ها این که زمین رو بزنیم یا نزنیم فقط بسته به این داره که بخواید شما چه جوری گروهی رو انتخاب کنید تو رشته تجربی. مثلا بچه هایی که دارو میخوان حتما باید بزنن. گفتم فصل 1-5 فصل مهمی هن که چه سوال خوبی. تأثیر همایش تو کنکور رو میشه بگین آیا تأثیر داره؟ خب بچه ها این که تأثیر داره همایش یا نه توجه کن خیلی مسئله مهمه. اگر تو درس رو خوندی، بلدی، ضعف داری، خیلی توش دو دلی دیگه، نکات مثلا پراکندن اونقدی که باید ساختار نداری، آره همایش کمکت میکنه. ولی وقتی که مثلا شما هنوز درس رو نخونی، ساختار نداری، بخون تا بتونی اصلا همایش استفاده کنی. چون همایش میشه واسه یه نکته شناور که همینجور پخش و پند دقیقه مثل تیکای پازل هم دیگه همایش ها.
اونا رو میری ببینیشون که پازلت کامل بشه، ولی وقتی پازلی خودت نداری، ساختاری نداری، تیکه های مختلف هم به درد نمیخوره. پس لطفاً بخون درست، برنامه‌ریزی کن اونقدی که اگه هیچی هم نخونی لااقل بتونی 20% برسی، اشکال نداره. حالا اونا کمکت میکنن که تیکه های پازلت کامل بشه، خود پازل کامل بشه. خب به این ترتیب من امیدوارم که برای کسایی که زبان زیر صفره، الان زبان زیر صفر، بذار بپرسم شما چیکار واسش کردی؟ مثلا شما واسه زبان زیر صفر، بچه ها چند درصد بزنیم، چیکار کنیم؟ تو الان چند درصد میزنی؟ از اون درصدی که میزنی کار رو انجام بده؟ روش تو فقط کارتو بکن. باشه، از الان این قول به من بده، این فکرها رو از سرت بیرون کن. یه دقیقه صبر کن بچه ها، با هم دیگه صحبت بکنیم. بچه جان، عزیزم، رفیق من، قشنگ من، توجه کن، این فکرای مزخرف از ذهنت بیا بیرون. خب الان ببین میانگین چنده، این میانگین رو ببریم بالا با چی؟ با اون چیزی که میتونی کار. به بچه جان عزیزم، الان شما به این فکر میکنی که مثلا داروسازی فلانجا چه درصدی احتیاج داره، به تو چه مربوطه الان؟ مثلا کاری نمیتونی بکنی. الان یه حساب کن، وضعیت خودتو مشخص بکن، اونو جهش بده. ببین شما وقتی شب امتحان بود، خب شب امتحاناتون، اصلا شب امتحان نهایی، برمیگردی به خودت میگی من نمیتونم 20 بگیرم، واسه 20 باید چیکار کنم؟ مثلا کلا بی خیال، واسه 20 مثلا نمیرسم، کلا بی خیالش میشی، یا به خودت میگی که آقا من میجنگم اگه شده 12 بگیرم ولی قبول شم؟ کدومشی؟ خب این کاراتون چی که انجام میدین که مثلا خب اوکی اگه میشه که من بزنم، اگه نمیشه که کلا بی خیال شم؟ این چی آخه؟ خب اونایی که نمره منفی میزنن کسایی هستن که درس بلد نیستن، شک دارا رو هی جواب میدن، ایناست مشکلشون، اینجاست. خب اون اشکال داره، ایناست که بده. پس نکن بچه جان، اگر شما مشکل داری، خیلی زب در زیاد داری، نزن زب در دارا شک دارا رو. اول یاد بگی، نکات بررسی بکن، نکات بنویس. اینکه شما شروع میکنی به زدن، همه رو میزنی، صفر تا صد کنترات میگیری، خب اشتباهی دیگه. به اندازه، دقیقا به اندازه جواب بده که دقیقا همچه اتفاقی برات نیفته. خب به این ترتیب بچه ها، نکاتی که لازم بود من جلسه بهتون بگم رو بهتون گفتم. ادامه نکات رو مثل همیشه هفته های بعد با هم دیگه، خیلی مسلما کلاسی بود که پر از نکته بود، بعد دوباره ببینید، دورتون در شده ولی ببینید، انجام بدید. بچه ها دوباره بگم، اونی که میخونه درصدش پایینه، دقیقا کسی که درست نمیخونه، یا تو آموزش گیر کرده یا تمرین نکرده، اینجاست توی مرحله است، چون میخونه. پس اینو ممکنه گیر، اصلا به این هنوز نرسیدی. این سه مرحله رو در طول روز، در طی هفته، این هفته انجام بدیم. من ازتون نتیجه میخوام. خب نتیجه، حالا پیج منم اینجاست، مطالب بیشتری هم تو این پیج میذارم که تو این هفته باید چه کار انجام بدیم. مشاور آندرلاین پریناز حیدری. خب به این ترتیب اینو حتما حتما فالو بکنید. باز اینجا هم من هر روز استوری ها مطالبی که مربوط به رفع استراپ و استرستون هست و مطالبی که کمترش بکنه و مطالبی که در رابطه با این هفته‌ای که در پیش داریم، در پی داریم، بعد انجامش بدین و بهتون میگم. لطفا فالوش بکنید و کنار هم دیگه هستین، نگران نباشین، با هم در ارتباطیم. بچه ها شما رو به خدای بزرگ میسپارم، خیلی خودتون مراقبت کنین، تکنیک ها رو انجام بدین، انشالله که موفق باشین. فعلا خدافظ.